چیز است. اجازه بدید جمله ای را از مرحوم فیض کاشانی در تفسیر صافی در تعریف محبت. هممون یه درکی از دوستی داریم، اینا قبول دارم. یه چیزی که شما باش آشنا نباشید رو نمیخوام عرض کنم، میخوام دقیق تر بهش نگاه کنیم. محبت چیست؟ فیض کاشانی میفرماید محبت یعنی میل نفس الی شیء لکمال ادرکته فیه. میل نفس الی شیء لکمال ادرکته فیه. محبت یعنی این که جان ما راغب شود، میل پیدا بکند به یه چیزی به خاطر یک کمال و جمالی که در او درک میکنه. وقتی حس کردیم یه چیزی خوبه، یه چیزی زیباست، یه چیزی کامله، یه چیزی عالی است، به اون میل پیدا میکنیم، به اون رغبت پیدا میکنیم. حالا میخواد یه شیء از اشیا باشه، میخواد یه شخصی از اشخاص باشه. مثال ساده عرض کنم، شما فرض بفرمایید که در یه مسافرت توی اتوبوس با یه آقایی، با یه شخصی همسفر میشید. خب ابتدا او رو نمیشناسید، مثل یک فرد عادی با او برخورد میکنید، مینشینید کنار او، کم کم در بین راه سر صحبت باز میشه، حس میکنید که او یه مقدار سطح علمیش خوب بالاست. تا حس کردید او یه عالمیست، یه خورده جمع‌تر میشینید، یه خورده بیشتر به او توجه میکنید، به گوش سپردن به حرفهای او رغبت میکنید. بعد در خلال صحبت معلوم میشه او یه آدم شایسته هم هست، یکی از اولیای الهی است، اهل دله، اهل خدمت به خلق، ارادتمند به سید الشهداست، هم عالمه، هم از اولیای خداست، هم از محبین اهل البیت. کم کم به او انس میگیرید، طوری میشه در ظرف این چند ساعت مسافرت که هرچه با او بیشتر و بیشتر آشنا میشید، چنان به او دل میبندید که آدرسش رو میگیرید، شماره تلفن او رو میگیرید و وقت جدا شدن سخته براتون از او جدا بشید. این محبت از کجا اومد؟ چی شد که به او علاقه مند شدیم؟ چون او رو شناختیم، چون نسبت به او معرفت پیدا کردیم. هر چیزی تو این دنیا اینجوریه، حتی در عشقهای مجازی هم، در عشقهای نفسانی هم، تا عاشق یه جمالی از معشوق نبینه که عاشق نمیشه. عاشق در و دیوار کسی نمیشه، لابد یه کسی به نظر او صاحب جمال میاد، به نظر او زیبا میاد. بعد از این که جمال او را درک کرد، به او دل میبندد و عاشق او میشود. لذا میبینیم امام صادق علیه السلام میفرماید المحبتو بعد المعرفه، المحبت بعد المعرفه. محبت نوبت دومه، اول معرفت است بعد محبت. در یک سخن دیگری حضرت صادق علیه السلام می‌فرماید من عرف الله احبه، من عرف الله احبه. میدونی چرا خدا را دوست نمیدارن بعضی افراد؟ چون خدا را نشناختن. هر کس خدا را بشناسد او را دوست میدارد. بعد یه جمله دیگه هم دارن در ادامه این حدیث،
میفرماید و من عرفت دنیا از هدفی ها، هر کس دنیا را بشناسد بی وفایی و ناپایداری دنیا را درک بکنه، دل به دنیا نمیبنده. پس دل بستن به چیزی یا نفرت و گریز از چیزی فرع بر شناخت اونه. اگه بشناسیم اولیای الهی رو، اگه بتوانیم درک کنیم جمال صاحب کمال اونها رو، عاشق اونها میشیم. راه این که این محبت اهل البیت رو به دیگران سرایت بدیم و در دل فرزندان خودمون تقویت بکنیم هم همینه که گاهی پدر بزرگوار، مادر مهربان بنشینند و اوصاف کمالات اهل البیت علیهم السلام رو برای فرزندانشون بازگو کنند. همینقدر که این کار رو انجام بدن کم کم محبتشون تو چی شده که شما عاشق حسین شدید؟ ها؟ برگردید به خاطراتتون ببینید از کجا شروع شده. یا پدر بزرگی بوده، یا مادر بزرگی، یا پدر، یا مادر، یا یه معلمی، یا یه دوستی. وقتی اوصاف سید و شهدا رو گفته ما دل بستیم، ما عاشق شدیم، ما علاقمند به سید الشهدا شدیم. پس برای تقویت و بالا بردن سطح این علاقه باید همین کارو کرد. باید بکوشیم سطح معرفت خودمون رو نسبت به اینها بالا ببریم. دیگه محبت خودش میاد، لازم نیست تزریق بکنیم، خودش میاد. اونی که وظیفه ماست اینه که سعی کنیم اینها رو بهتر بشناسیم.